سلام و وقت بخیر دوستان، به کانال یوتیوب نیکست لرنینگ آموزش زبان آلمانی خوش آمدین. امروز قرار است چند جمله درباره چگونگی احوالپرسی با فامیل و دوستان را یاد میگیریم. هلو، سلام مادبانه، میشه که ازی به شکل رسمی در دفاتر ایجا استفاده کنیم. های، سلام آمیانه، و همچنان بعض از جرمن ها نه هم استفاده میکنن. کلمه نه بین دوستا به معنی سلام آمیانه. گوتن ماگن، صبح بخیر. زمان که از خواب میخیزین کدام کلمه را میگیم؟ گوتن ماگن. گوتن تک، وقتی که از ساعت از ده گذشت، از ده صبح گذشت، از کدام کلمه استفاده میکنیم؟ از گوتن تک، یعنی روز بخیر، روزتان بخیر، گوتن تک. وی مهم نیست، از ده صبح الا وقتی که آفتاب غروب میکنه میتونیم که از گوتن تک در هر موقع هر زمان استفاده کنین. فقط روز بخیر، روزتان بخیر، گوتن تک. گوتن آبند، یعنی عصر بخیر یا شام بخیر، گوتن آبن. وقتی آفتاب غروب میکنه رو به نشست میشه، از کدام کلمه استفاده میکنین؟ گوتن آبن. گوتن نخت، یعنی شب بخیر. هر وقت که شب ناوقت شب میباشه، مثلا بعد از غذا میریم خواب، هر کس به جای سراتش میره، از کدام کلمه استفاده میکنیم؟ گوتن نخت. گوتن نخت، یعنی شبتان بخیر. و همچنان از کلمه شلافشون هم استفاده میکنیم. شلافشون یعنی خواب راحت. شلافشون، خواب راحت برتان میخوایم. خب حالا دیگه مثلا موقع خدافیز میخوایم از یک دیگر خدافیزی کنیم و خدافیزی هم رسمی میباشه، از کدام کلمه استفاده میکنیم؟ آف ویدرزین. آف ویدرزین یعنی با امید دیدار دوباره هم منامته. این به کسی گفته میشه که چندان آشنایی باش نداره. تکرار میکنم، آف ویدرزین. آف ویدرزین. و همچنان از کلمه چوس، این بر کسایی است که اونا را میشناسیم، یعنی آمیانه است، دوستانه است. چوس یعنی خداحافظ، خداحافظ، چوس. علاوه چوس، بعض از جرمن ها از کلمه چوسی، چوسی و همچنان چو، چو هم استفاده میکنن. تمامش یک معنا داره، خداحافظ. و در آخر همچنان یادمون نره که از کلمه بیسش پیتا، که آر سایلنت است، بیسش پیتا هم میتونیم استفاده کنیم موقع خداحافظی، به این معنا که بعدن میبینمت. بیسش پیتا، بعدن میبینمت. اگه جدا معنا کنیم، هر کدامش بیس یعنی بعدن و اش پیتا میبینمت. خب دوستا، امید است که امروز از درس امروزی چیزی برداشت کرده باشین و یاد گرفته باشین، و باعث کارخانگی در جایی که هستین، هر جایی که زندگی میکنین، هر موقعی از روز است، او را باعث یک روز بخیری، مثلا روز بخیر، اگر روز از شب، اگر شب از شب بخیر، او کلمات نوشته کنین در کامنت ها. و همچنان تا درس بعدی، خدا حافظ.